درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. طبق روال همیشگی برنامه های کیمیا خطا باز هستن که تشریف آوردین روی خطا. من بدون اطراف وقت سریع برم خطا رو بگیرم که زودتر به شما عزیزان بتونیم برسیم. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای دکتر عوض میخوام، من یه مقدار وقتی سر پا وای میستم، اون اوایل یه مقدار پشت کمرم اون قسمتی که ستون فقرات دیگه میخواد تموم بشه تو محدوده درد میگرفت، ولی خب وقتی که دیگه سر پا وای نمیستادم خوب میشد. بعد یه مدتی پیش، من تقریبا چند ماه پیش که زیاد سر پا وایستم، زیاد مثلا یکی دو ساعت در طول روز بود، ولی مثلا این سه روز چهار روز اینطوری شد. بعد درد افتاد به پای راستم، تا که کل پای راست من خیلی درد گرفت. بعد این درد بعد یه مدتی طول کشید، خیلی منو اذیت کرد، ولی من مواظب بودم و اصلا دیگه رو پای راستم فشار خیلی کم آوردم، سر پا وای نستادم، خوب شد. الان دوباره تقریبا یه 3-4 هفته میشه که دوباره یه مدت زیاد ایستادم، بعد دوباره این درد زیاد شده. بعد حتی من یه بار به پزشک مراجعه کردم، گفت میخواد، فکر میکردم شاید عصب سیاتیک باشه یا چیزی مشابه این، گفتن که نه این نیست، چک کردن گفتن این نیست. اون وقت چکتون کردن، چه چیزایی دیگر رو چک، به چه پزشکی مراجعه کردین شما؟ پزشک عمومی. آها، بعد اون وقت چه چیزایی رو چک کردن؟ فقط گفتن عصب سیاتیک نیست، ولی هیچ گونه ستون فقراتتون رو چک کردن ببینن چه خبر اونجا؟ همونطور که روی اون تخت خود من نشسته بودم، یه مقدار ستون فقراتم رو چک کردن با دست، بعدش هم مثلا من خوابوندن و پامو چک کردن، این قسمت مچ پا رو کشیدن و یه جورایی حرکت دادن، گفتن که سیاتیک نیست، ولی به من گفتن که فیزیوتراپی میتونی بری یا شنا بکنی. شما کارتون چیه میتونم بپرسم؟ آقای دکتر من راستش خرید میرفتم، مثلا تو فروشگاه. آها، برای خرید یکی دو ساعت سر پا وای میسادم. کارم با بچه هاست، الان توی مثلا دیکر کار میکنم با بچه ها، ولی بچه زیاد بغل نمی کنم و مثلا کارم یه جوری نیست که ایستادنی باشه زیاد. اوکی، اون وقت سابقه این درد رو قبلا داشتین یا نه؟ نه آقای دکتر، من فقط یه موقع هایی که خیلی سر پا وای میسادم این پشت کمرم درد میگرفت، ولی خوب میشد. اینم شاید بگم مثلا یک سال دو سال اینطوریه، ولی اصلا اذیت هم نمیکرد. خب سر پا قدم بلنده، وزنم هم کمه. شما هیچ گونه تصادفی چیزی داشتین این چند وقت؟ اصلا. اوکی، این درد گفتین چند وقته که شروع شده، بیشتر شده؟ یعنی 4 ماه پیش بود؟ تقریبا آقای دکتر 7-8 ماه پیش که سر پا واسم درد شروع شد. 8 ماه پیش. بعد بله، تقریبا یه 1-2 ماهی من درد داشتم، ولی خوب میشد، یعنی وقتی میخوابیدم و اینا خوب میشد، صبح که پا میشدم خوب بودم. شما کف پاتون صافه یا اینکه کمرتون گودی زیاد داره یا نه؟ نه کمرم گودی نداره، کف پام هم صاف نیست. سنتون چقدره؟ 40 سال. 40 سال. هیچ وقت مشکلی با مثانه و یا رحمتون داشتین؟ بله، من تقریبا همون 7-8 ماه پیش یه زخم داشتم، اونو سوزوندن و... کجا؟ تو رحم؟ رحم، بله بله. معمولا ببینین جایی که معمولا من همیشه وقتی که کمردرد یا ستون فقرات و غیره یه مقداری از پشت درد میگیره، اگر درد مستقیم به خاطر یک فیزیکال اکتیویتی و یا تصادف و یا دیسک کمر و یا پوکی استخوان و اینجور چیزا نباشه، که به احتمال زیاد در مورد شما به نظر نمیاد که اینا باشه، خیلی مواقع برمیگرده به اون ارگانهای جلو، مثلا معده، پنکریاس، روده ها، کلیه ها و خیلی مواقع مثانه و بسیاری از مواقع پروستات و رحم و خیلی مواقع تخمدان ها، و این خودش میتونه فشاری بیاره روی اعصاب و یه مقدار ایجاد تورم در اعصاب اون عصب ها بکنه و این دردی که شما میگین ممکنه برای شما به وجود بیاره. اولا مطمئن باشین که اون عملی که انجام شده به درستی انجام شده و همه چی اوکی هست. شنا شاید برای شما الان بهترین چیز باشه. پیشنهاد خوبی کردن پزشکتون بهتون. یوگا هم میتونه خیلی خوب باشه. شما باید یه مقداری اون عضلات اون منطقه رو یه مقدار سعی کنین که
هم نرمش بدیم بهش و هم یه مقدار قوی بکنینش. بهترین راهش هم به نظر من شنا و یوگاه. بله. ولی باید مطمئن باشین که رحمتون الان اوکی هست. به خاطر اینکه خیلی از مواقع وقتی رحم مشکل داشته باشه و یا مثانه، اون جایی که شما دارین میگین تقریبا حالت اون پایین ترین مهره ستون فقراتتونه، درسته؟ یه مقدار از اون بالاتر، پایین ترین مهره نه، تو اون محدوده، انگار مثلا محدوده یه وجب از اونجا بالاتر، ولی از اون یعنی بل. از همون آخرین مهره تا یه وجب بالاتر و درست وسطه، از اونجا شروع میشد بعد میزد به پای راستتون. آره آره، یعنی درد از اونجا شروع میشه و بعد به پا منتقل میشه. الان مثلا آقای دکتر شبا هم که میخوابم اگه یه ذره بهش فشار بیارم شبا که میخوابم یه جورایی اصلا نمیتونم از درد راحت بخوابم، بعد بعدش ولی خوب میشه، ولی شاید بگم 2-3 ساعت درد دارم. احتمال داره یه مقدار شما نرو اینفلم، یعنی یه مقدار التهاب اعصاب دارین و یه مقدار به هر حال اونجا یه کوچولو التهاب دارین و وقتی زیاد وای میسین یه فشار میارین بهش این التهاب بیشتر میشه. پیشنهاد من به شما، اولا از نظر غذایی مواظب باشین چیزایی که محرکه مثل کافئین، شکر، الکل و آرد سفید و اینجور چیزها رو تا اونجا که میتونین ازش دوری کنین. اصلا نمیخورم. اوکی. چیزایی مثل جینجر و زردچوبه رو به دایتتون زیاد کنین. بله. راهپیمایی ممکنه، اگر راهپیمایی بکنین و میبینین دردتون بیشتر نمیشه و اوکی هستین خیلی خوبه براتون، و اگر دیدین راه میرین و بعد از این مدتی درد میگیره استاپ کنین. شنا بسیار عالیه و یوگا بعضی از حرکاتش خیلی میتونه برای شما مناسب باشه. در کنار اینها اگر دوست داشتین میتونین با ما تماس بگیرین، چند تا مکمل میتونم بهتون بدم که این اینفلمیشن رو یه مقداری کم بکنه. و بعد در کنار اون هم اگر 3 ماه گذشت، 2 ماه گذشت یا یه مدتی گذشت و همه این کارا رو کردین، تمام این پیشنهاداتی که خدمتتون عرض کردم انجام دادین و بهتر نشدین، شاید برین پیش یه پزشک متخصص که یه پزشک ارتوپد و یا یه کایروپراکتر خیلی خوب که یه چک کامل شما رو بکنه. بله آقای دکتر، در مورد رحم من 2 ماه پیش بایوپسی دادم، نه اینفکشن دارم و نه بایوپسی جوابش نگاتیو بوده. اوکی. پس احتمال داره به خاطر اون عملی که کردین یه مقدار التهاب به وجود اومده، یه فشار روی اعصاب اومده. اگر این کار رو بکنین احتمال زیاد داره که بهتر بشین، ولی اگر بهتر نشدین حتما به پزشک مراجعه کنین و من فکر میکنم چند تا مکمل هم من به شما بدم یه مقدار این التهابات رو کم بکنه، فکر میکنم تاثیر خوبی داشته باشه. مطمئنم باشین که مصرف آبتون زیاده. حتما چشم. مرسی از تماستون. ممنون از شما. مرسی. خدا نگهدار. خدا حافظ. برنامه کیمیا بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام از بنده است، بفرمایید. وقتتون خیلی ارزش داره. خواهش. من تقریبا سوال من مثل همین خانم، من کمر درد دارم از جوانی دکتر، الان من مسنم، رفتم دکتر شول تو تهران، بهم یه آش داد کف پام، به کلی خوب شدم. اوکی. دو سال پیش توی سفر هواپیما از اینجا تا دبی 14-15 سال پروازه این آرچ من گم کردم آقای دکتر. حالا اینجا اومدم دوباره رفتم پود اسپشیالیست، دوباره پامو گچ گرفت برام درست کرد، دو تا کف پا آش درست کرد، ولی سافت بود، مثل اون هارد نبود مثل دکتر شول. حالا ماه گذشته رفتم پین منیجمنت، اینجکشن بهم دادن، کورتیزون بهم میزنن، بازم درد رو دارم آقای دکتر. این مربوط به کف پام قاد بود یا مربوط به سنه؟ من دقیقا نمیدونم، اجازه بدین چند تا سال از اولا سنتون چقدر مگه شما؟ 82 هم دکتر. 82. اون وقت الان کجای کمرتون درد میگیره بیشتر؟ کمرم لور بک همیشه بستم. یعنی هر دو طرفشه؟ نه هولتینگ بره، آکوپارچه رفتم از این کمربنده بهم داده، همیشه دارن میبندم، ولی این رفتم یه بار پین منیجمنت یه اینجکشن زدم کمی بهتر شده، ولی 100% خوب نشدم دکتر. اون وقت هیچ وقت عکس برداری یا هیچ آزمایشی کردم؟ همه این کارها کردم دکتر، تمام این کارها کردم، دکتر مالزا مرتب به آنتیبیوتیک میداد ولی اثر نمی کرد. آنتیبیوتیک؟ حالا این مربوط به اون پای دکتر شوله، بعد اینجا دکتر شوله من پیدا نکردم واقعا، هست این CVS اینا میفروشن ولی سافته. نه نه نه، ببینین شما این یه دونه که درست کردین
برای شما قالب گرفتن یا که رفتین حاضری خریدین؟ قالب گرفتن، گچ قالب گرفتن دکتر. بله قالب گرفتن. پیش دکتر پا رفتین؟ دکتر پا. بله. اوکی. بعد شما هیچ گونه مشکل دیسک و اینا ندارین؟ اصلا دکتر. اون وقت الان نسبت به 10 سال گذشته حرکاتتون کمتر شده، یعنی حرکات بدنیتون، فیزیکال اکتیویتیتون کمتر شده؟ my age, yes. بله. اوکی. من یه پیشنهاد خدمتتون میکنم. شما اولا کجا زندگی میکنین؟ من نیویورک هستم. امکان داره شما برین توی استخر سرپوشیده هر روز نیم ساعت راه برین؟ چشم. توی آب. این کار رو بکنین، بعد از دو هفته سه هفته دوباره من یه خبری بدین. یه سوال دیگه ازتون بکنم، میدونم وقتتون زیاده. یعنی خانم خواهش کردن که من کم صحبت کنم. خواهش. من شب که میخوابم این دستام نام میشه، انگشتام مخصوصا، بیشترم دست چپم. این مرض چی خواهد بود؟ اون ممکنه، البته میگم هیچ وقت من جلوی دوربین نه تشخیص میدم نه اصلا کار من تشخیصه، ولی بسه. امکان داره که یا از مهره های گردنتون باشه و یا ممکنه به خاطر جریان خونتون باشه. گردنم هم استنبای اماره کردم، کمرم استنبای، کمرم، گردنم درد میکنه. راست میگی دکتر، درسته. احتمال داره از مهره های گردنتون باشه. امکان مربوط به قلبم نخواهد بود. من نمیدونم عزیزم، ولی معمولا این حالت که به من میگین اولین جایی که باید چک بشه مهرهای گردنه، ولی قلبتون همیشه برین و چک کنین. به نظر نمیاد مشکلی داشته باشین، ولی حتما برین چک کنین. به نظر من شما آب برای شما بهترین دوسته. برین توی آب یا شنا کنین، اگر شنا سخت براتون راهپیمایی کنین. خیلی متشکرم دکتر، خیلی ممنونم. God bless you. شما هم همینطور عزیزم. مرسی از تماس. خیلی ممنون. برنامه شما رو I love your you and your program. مرسی عزیزم. لطف دارید. Thank you. خدا نگهدارت. Thank you. آقای دکتر. بابا. برنامه کیمیا بفهمین؟ سلام آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم. بفهمین عزیزم. من یه سوالی خدمتتون داشتم. من حدود یک سال هستش که با دستگاه گوارشم در واقع با معده‌ام مشکل پیدا کردم. این در واقع در یه سفری شروع شد که من به ایران داشتم پارسال و همراه با درد شدید و تهوع شروع شد. بعد اونجا که به دکتر مراجعه کردم، اندوسکوپی کردن و گفتن که هلیکوباکتر پایلوری داری و به هم یه دوره در واقع دو ماهه آنتی بیوتیک دادن. توی اون دوره دو ماهه خب من دائم این تهوع رو داشتم و میگفتن به خاطر آنتی بیوتیک هست و طبیعیه. بعد از این دوره که طی شد من تورنتو زندگی میکنم. برگشتم به کانادا و الان از آگوست سال پیش تا الان من میتونم بهتون بگم که تقریبا هر روز من این حالت تهوع رو دارم. Okay. و یه چیزی در حدود دو تا 20 و 25 روزه منو کاملا انداخته، یعنی حتی آب هم نمیدم، تحملش رو نداشت و هر چی که میخوردم رو بالا میآوردم. دردم هنوز دارین؟ هنوز درد دارین یا فقط تهوع دیگه؟ درد هم دارم. تقریبا میتونم بگم از معدم شروع میشه و میاد تا دور نافم. اینجا هم دوباره به دکتر مراجعه کردم، گفتن دوباره اندوسکوپی میکنیم. اندوسکوپی کردن و گفتن که بعد از بیوپسی گفتن که اون باکتری دیگه وجود نداره، فقط تنها چیزی که دیدیم اینه که یک التهابی هست توی معدت، وگرنه okay. چیز دیگه ای نیست. ولی من دائما این ضعف و درد و تهوع رو دارم و تنها چیزی که به من میگن هم میگن گراول بخور که تهوع برطرف شه و دیگه واقعا خسته شدم و هر چی که بهشون میگم میگن ما تشخیص نمیتونیم بدیم، یعنی چیزی نیست. خب چیزیتون که هست 100%، ولی چیزی نیست که اونا بتونن تشخیص بدن. خیلی از موقع ها ما یه چیزاییمون هست ولی چون اسمی و یا اون مشخصاتی که یک بیماری قابل تشخیص باشه نباشه میگن چیزی نیست، که این به نظر من این استیتمنت اصلا استیتمنت درستی نیست. چون ما یه چیزی رو نمیتونیم با اون علممون تشخیص بدیم، دلیل بر این نیست که اون چیز وجود نداره و یا مشکلی وجود نداره. اگر مشکلی نداشتین شما این حالت رو نداشتین. چند سالتونه شما؟ من 28 سالمه. اوکی. آیا حالت تهوتون بعد از غذا یا اینکه در حین غذا یا اصلا کاری به غذا نداره؟ اصلا کاری نداره. از صبح که بلند میشم تا شب این حالت با منه. بعضی وقتا خیلی شدیده، بعضی وقتا نه، خیلی خفیفتره، قابل تحملتره. همیشه هست. این دردی که میگین از درست وسط معده است و میاد به طرف ناف، آیا یه مقدار به طرف راسته یا نه؟ به طرف راسته. به طرف راست هست یه مقدار؟ بله. اوکی. شما لبنیات میخورین؟ اصلا الان در حدود میتونم بهتون بگم که 8-9 ماه نمیخورم، چون به هم گفتن که نخور. بله. بعد چیزای سرخ کردنی چی؟
عبدا. اوکی. آجیلالا چی؟ اخیر. آجیلالا هم نمیخوا. مصرف آبتون چقدره؟ زیاد نیست. چقدره؟ آب. آب خالص. میتونم بگم که سه لیوان شاید هر روز، سه لیوان یا چهار لیوان. سه لیوان آب خالصه یا اینکه مثلا چایی رو هم جزء آب حساب میکنی، چیز دیگر هم جزء آب؟ آب خالص. سه لیوان آب. روزی چند وعده غذا میخوریم؟ نمیتونم بهتون بگم چند وعده، چون معمولا شاید بتونم بهتون بگم که مثلا هر وعده رو بخواین حساب کنین در حدود دو تا قاشق میتونم چیزی بخورم، بعد دوباره این حالت تهوع پیش میاد و اصلا امکان غذا خوردن رو ازم میگیره. اوکی. یوبوست داری یا نه؟ نه داشتم، ولی یه شربتی رو بهم دادن که نه 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 اونا رو ولش کن، یوبوست داریم پس. بله بله. اوکی. اون وقت دهانتون هم تلخ میشه بعضی موقع؟ بعضی موقع دهانتون هم تلخ میشه. در گذشته سابقه غذاهای جانک فود زیاد داشتین یا سرخ کردنی یا آجیلالات یا چیپس و تعدیگ و اینجور چیزا؟ نه. جان؟ نه نداشتم. خیلی خوب. بعد هیچ وقت توجه کردین که مدفوعتون شکلش یا روی آب میسته یا تهنشین میشه یا ماهیتش چجوریه یا نه؟ نه هیچ وقت دقت نکردم این مثال. خب من میخوام ازتون خواهش کنم این کار رو حتما بکنید، به خاطر اینکه این خیلی اطلاعات به من میده. 100% شما مشکلتون حل میشه، اینو من اصلا شک ندارم، ولی باید مطمئن بشیم که علتش چیه. به احتمال خیلی قوی شما یه مقدار اختلال در آنزیم هایی دارین که برای هضم و جذب غذا لازمه، حالا یا ممکن اسید معده باشه. توی مزه ها مزه شیرین رو بیشتر هوس میکنین یا ترشو؟ شیرین. اوکی. یا ممکنه به خاطر کمبود آنزیم های لوزالمعده یا پنکریاتیک انزایمز باشه، یا ممکنه بایل رو به راحتی خوب تولید نمیکنین، و یا ممکنه کمبود پروبایوتیک داشته باشین. همه اینها میتونه یه جوری مستقیم و غیر مستقیم این حالات که شما دارین رو بهتون بده. حالا شما اضافه وزنم دارین یا نه؟ نه، من 52 کیلو هستم. 52 کیلو. اگر یه موقعی وزنتون هیچ وقت اضافه بوده وزنتون؟ نه هیچ وقت. خیلی خوب. بعد از نظر ناخن و پوست و مو چطور هستین؟ والا تا این یک سال اخیر اوکی بودم، ولی تو این یک سال به علت اینکه خیلی چیزا رو نمیخورم که ناخونام خیلی شکننده شده، موهام خیلی میریزه و اصولا هم میتونم بگم پوست خشکی دارم. اوکی. اون وقت آیا آزمایش خون دادین برای ویتامین B12 و یا ویتامین D؟ ویتامین D رو به هم گفتن که خیلی کمه و قرص ساپلیمنت بهم دادن که مصرف کنم، ولی چیز دیگه رو چک نکردم. اوکی عزیز. به احتمال خیلی قوی شما احتیاج به یک مطالعه روی آنزیم‌های هضم و جذب غذا دارین. اگر دوست داشتین تماس بگیرین با مطب، من مطمئنم که میتونم کمکتون کنم. باید یه مقدار این آنزیم‌های هضم و جذب غذا رو درست کنیم، اون حالت تهوع همه اینو. اگر که مشکل ما علت رو پیدا بکنیم مشکل به راحتی حل میشه. شما فکر می‌کنین لانگ دیستنس میشه این کارو کرد یا من باید برسم خدمتتون هر جایی که شما هستین؟ نه نه، ما 99% کارامون تلفنی انجام میشه. خیلی ممنونم. مرسی آقای دکتر. مرسی از تماستون. خدا نگه. همتون سلامت باشین. خدا حافظ. برنامه کیمیا بفهمین. آقای دکتر درود. درود بر شما. بفهمین عزیزم. درود بر شما. ضمن تشکر از برنامه های عرض کنم ضرورات پزشکی شما. خواهش میکنم. من کاشانی هستم، از ونکوور کانادا تلفن میکنم. بفهمین. و پروستاتم بزرگ شده. اوکی. و دو دفعه هم در گذشته عمل کردم، منتها تیشوها رو خوب بر نداشتن. اما تقریبا یک ماه پیش خونریزی شدید از مجرا پیدا کردم و بعدش هم خون بند اومد و خلاصه داستانم خیلی درازه. رفتم به اصطلاح اورژانس، اونجا سون گذاشتن، البته در دو نوبت نتونستن سون بذارن با چه داد من به آسمون میرسید. بالاخره دکتر اومدش در دفعه سوم سون رو گذاشتش و سرم به وضع کرده بودن مرتب. اوکی. و تا مرخص هم کردن آمدم منزل و مرتبم آب فراوان میخورم. خب الان تقریبا 10-15 روزه که
این خونریزی به طور کلی بند اومده و رفتم پیش اورولوژیست. اورولوژیست هم همین دیروز برام با لوله نگاه کرد و عکس گرفت و گفتش که پروستاتت بزرگ شده. حالا من سوالم از شما اینه که آیا من با دارو میتونم که معالجه بشم یا با به اصطلاح جراحی؟ من چون دقیقا کیس شما رو نمیدونم و حتی اگر میدونستم نمیتونم پیشبینی کامل بکنم که چی هستش، نمیتونم کاملا بهتون بگم. ولی پیشنهادی که من بهتون دارم اینه که همیشه انسان اگر بتونه با از راه طبیعی، از راه غذا، از راه داروهای گیاهی، از راه تنظیم کردن روش زندگیش بتونه به سلامتی برسه، قدمای بعدی باید جراحی و یا داروهای شیمیایی و غیره باشه. اینو من همیشه باور دارم. اینه که اون باشه، اون به موقع خیلی جای خوب و مناسبی هم داره، اگر لازم باشه به اون مرحله برسیم، ولی چه بهتر که ما به اون مرحله نرسیم. حالا امکان داره که یه مقداری شما از نظر رژیم غذایی و یه مقدار از نظر داروهای گیاهی که ما بهتون بدیم بهتر بشین که احتیاجی به عمل جراحی نداشته باشه. آیا من اینو تضمین و گارانتی میکنم؟ نخیر. ولی ضرری نداره و بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که خیلی شما از قبل سالمتر خواهیم بود، ولی ممکنه هنوز احتیاج به جراحی رو داشته باشه. چند سالتونه شما؟ من 80 سالمه. 80 سالمه. بله. به نظر من اجازه بدین یه دوره 3 ماهه، اگر پزشکایتون هم اجازه بدن که یه 3 ماه ما رو شما کار کنیم، بعدن تصمیم بگیرین که آیا میخواین عمل جراحی بکنی یا نه بهتره. در ضمن یه مقدار راهپیمایی برای شما خیلی خوبه، چیزایی که التهابو کم بکنه خیلی خوبه براتون، مثل همون قبلا که گفتم زردچوبه و جینجر و اینجور چیزا. گوجه فرنگی برای شما خیلی خوبه، تخم کدو برای شما خیلی، تخم کدوی خام ارگانیک برای شما خوبه، تخم مرغ ارگانیک برای شما میتونه خوب باشه، نه اینکه سرخش کنیم. و در ضمن الکل برای شما بسیار میتونه بد باشه و کافئین اصلا نمیخورم. اوکی، اینا رعایت کنین، تماس بگیرین با مطب، من یه 3-4 تا مکمل غذایی بهتون میدم، اینا رو امتحان کنین، بعد از 3-4 ما برین یه چکی بکنین ببینین سایزش چه جوری هستش. آی دکتر ضمن تشکر، من دوشنبه با دکتر اورولوژیست وقت دارم. اوکی. ببینم که چی به من میگه و بعدش وقت دقیقا تماس میگیرم. بله، اگر به شما گفتن که اشکالی نداره اگه 3 ماه دیگه هم عمل بکنیم ما میتونیم صبر کنیم، به نظر من ارزش رو داره. ولی اگه گفتن نه باید فردا عمل کنی، یه سکند اپینین هم بگیرین، اگر اون ایشون هم همینو گفتن عمل کنیم. یعنی منظورتون سکند اپینین دکتر دیگه است دیگه؟ به نظر من بله، اگر گفتن حتما باید فردا عمل کنی یا همین یه هفته عمل کنی، یه سکن اپینین هم بگیرین، اگر باز همون اپینینی گرفتین به نظر من این کارو بکنین. جناب دکتر بسیار 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 متشکرم. خواهش میکنم عزیزم. بله حتما به من خبرشو بدین. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام بفرمایید. خسته نباشید آقای دکتر. مرسی عزیز، بفرمایید. من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. خیلی یه مشکلی داشتم، خیلی وقتی که این مشکل بر من هستش. بفرمایید. من مدت 3 ساله، نزدیک 3 ساله که گوش سمت راستم صدا میده. بعد پیش هر دکتری رفتم گفت هیچ مشکلی نداره، هیچ عفونتی نداره. بعد پیش دکتر مغز و اعصاب رفتم، MRI گرفتن ازم، اونم گفتن هیچ مشکلی نداره. حالا نمیدونم این صدا از چیه. چند سالتون شما؟ 28 سالمه. چند وقتی فرمودین اینجوری؟ نزدیک 3 ساله. 3 ساله. اوکی. آیا 3-4 سال پیش مشکلی برای گوشتون به وجود اومد؟ نه هیچ مشکلی پیش نیومد. سرماخوردگی خیلی شدید گرفتین یا سینوساتون مشکلی نداشتین؟ از این نظر اوکی هستین؟ بله اوکیه، هیچ مشکلی نداشتم. اوکی. بعد از نظر اعصاب و روحی و اینا چطور هستین شما؟ اعصاب خوبم،
نیستم تقریبا، یعنی خیلی عصبی نیستم. شاید یه وقتای افسردگی داشته باشم، افسردگی خیلی کم مثلا پیش اومده باشه، ولی نه، بعد گذشته و تموم شده. خوابتون چطوره؟ خوابم خوبه، خوابم تقریبا خوبه. اوکی. آیا هیچ وقت از این گوشیایی که میذارن تو گوش و مدام بهش آهنگ و اینا گوش میکنن استفاده کردین؟ نه خیلی گوش ندارم. اصلا برای موبایلم حتی استفاده نمیکنم از اون گوشیا. استفاده نداشتین. اون وقت دردم میگیره یا فقط سوت میزنه؟ نه فقط خشخش میکنه آقای دکتر. یعنی یه وقتی هم احساس میکنم سرمو که تکون میدم این کم و زیاد میشه، یه وقتی خوابیدنی بلند شدنی. اوکی. اون وقت شما پیش چه پزشکی رفتین که گفتن هیچ مشکلی نداری؟ من حساس گوش و حلق و بینی رفتم که ازم تست شنوایی هم چند بار گرفتن ولی هیچ مشکلی نداشتم. گفتن البته یکی از دکترها گفتن که امکان داره پشت پرده گوشت عفونتی شده باشه، مثلا آب جمع شده باشه، عفونت کرده باشه. بله امکان. یه سری چکش کن دادن، یه قطره دادن برای بینی اینا، ولی هیچ فایده ای نکرد. اوکی. بعد دوباره امسال هم پیش دکتر مغز و اعصاب رفتم که اونم فرستاد برای ام آر آی، گفت شاید مثلا. بله همشون گفتن ببینید ما یه پروداکت داریم به نام برین لینکس، اونو به نظر من بگیرین و یه دو تا اربه به صورت روغنه که من نمیدونم فارسیش، البته یکشو میدونم گارلیک اویله که میشه روغن سیر، اون یکیش هست مولین MULEIN. اگر اینو یادداشت کنین ترجمهشو ببینین چیه، روغن این دوتا رو با هم مخلوط کنین یا شاید بتونین اونجا پیدا کنین، مولین و گارلیک اویل که روغن سیر باشه، اینا رو یه مقدار یه قطره دو قطرهشو بریزین تو گوشتون و با پنبه گوشتون رو بپوشونین، برای یک ساعتی بذارین تو گوشتون باشه و این فرمول برین لینکس ما رو هم استفاده کنین. یه ما دو ما این کارو بکنین بعد به من خبر بدین. در ضمن چیزای شیرین هم نخورین. شما چیزای شیرین زیاد میخورین؟ نه خیلی، نه خیلی علاقه به چیزای شیرین ندارم آقای دکتر. اوکی. لبنیات هم به نظر من نخورین یه مدتی. لبنیات هم خیلی کم میخورم. شیر و ماست و اینا خیلی کم میخورم، ولی شاید احساس میکنم یه وقتایی که شاید ماست میخورم اینطوری میشه. بله لبنیات رو قطع کنین چون ممکنه اونو تحریک بکنه. یه مقدارم ممکنه شما التهاب دارین. من اگر که یا با مطب ما تماس بگیرین یا با همکار ما در ایران تماس بگیرین، یه دونه فرمول برین لینکس احتمال داره یکی دو تا فرمول هم بهتون بدم که یه مقدار التهاب در گوشتون رو کم بکنه. یه قطره است که داریم که میخوریم، ولی اون قطره ای که گفتم توی گوشتون میریزین اونم تهیه کنین حتما، و اگر نتونستین در ایران تهیه کنین اونم ما میتونیم براتون یه جور اینجا تهیه کنیم به دستتون برسونیم. بعد اون دوست من پیش یه دکتر گیاهی که رفتم بهم گفتن که هر شب سه قطره عسل طبیعی بریزم تو گوشم یا روغن زیتون طبیعی، این به نظر شما خوبه که مثلا من عسل بریزم یا روغن زیتون؟ مشکلی پیش نمیاد برام؟ احتمال زیاد مشکلی براتون پیش نمیاد، میتونین امتحان کنین. البته من یه سوال دیگه هم داشتم، خیلی برام چیز بود که حتما ازتون بپرسم. من قبلا که بارداریم خیلی حالم بد بود، یعنی سر زایمانم، قبل زایمانم که بارداریم خیلی حالم بد بود، بعد سه ماهگی تا موقع مثلا به دنیا آمدن بچه‌ام آب دهانم خیلی زیاد بود، یعنی اصلا نمیتونستم صحبت کنم. بعد الان برای بادار شدن دومم یکم میترسم که دوباره حالم اونطوری بد بشه، بعد آب دهانم خیلی زیاد بشه. میخواستم ببینم شما میدونید علتش چی بود که من انقدر آب دهانم زیاد بود؟ بعضی موقع ها تغییرات هورمونی، بعضی موقع ها تغییرات نوسان قند خون و بعضی موقع ها هم پاراسایت میتونه باعث این آب دهان که جمع میشه باشه. پاراسایت یعنی انگل ها. چکتون کردن برای پاراسایت و یا اینجور چیزا؟ بله بودش، من خیلی آزمایش نداشتم دادم و اینا، ولی خب هیچ مثلا دکتر زنان و زایمان که میرفتم، دکتر زایمان که رفتم هیچ دلیلی پیدا نمیکردم برای اینکه آب دهان من انقدر زیاده. بله که من حرف نمیتونستم بزنم. بله انشالله که پیش نمیاد، ولی من فکر نمی کنم این باعث بشه که شما اگر میخواییم باردار بشین باردار نشین، چون اگر هم شدین باز ما میتونیم کمکتون کنیم. عرض کردم خیلی موقع در دوران بارداری قند خون نوسان پیدا میکنه و یا ممکنه یه مقداری فشاری دیافراگم باشه روی بعضی از اعضا مثلا لوزالمعده و غیره و یا معده، و بعضی موقع ممکنه یه چیزایی رو تحریک بکنه، ولی
یعنی امکان خیلی چیزا هست که میتونه باعث این حالت شما بشه. شما به طور کلی روزی چند وعده غذا میخورین الان؟ 3 وعده. اوکی. خیلی بهتره که وعده هاتون رو زیاد کنی و کوچولو کوچولو غذا بخورین. یه آزمایش خون کلی هم انجام بدین، اگر خواستین تحت نظر ما بشین برای من بفرستین بد نیست. درسته. بله، مرسی آقای دکتر، متشکرم. خواهش میکنم. مرسی از شما. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. بله، سلام آقای دکتر. سلام باشید. متشکرم، بفرمایید. ببخشید، من سالم در ارتباط با مادرمه. ایشون یبوست دارن در به مدت 3-4 سال الان. آزمایش کردن، جواب آزمایششون خوب بوده. ولی با اینکه سبزیجات میخورن، آب میوه‌جات میخورن، چه آزمایشی؟ یعنی هر چی که شما فکر کنین که بخورن میخورن، ولی هنوز این یبوست اذیت میکنه. یعنی حتما باید یه چیزی بخوره که یه مقدار بتونه بره دستشویی، ولی اونم بعد از یه مدت عادی میشه، بعد داره عوض بکنه. چه آزمایشی میشه؟ خواستم بدونم نظر شما چیه؟ چه آزمایشی کردن ازشون که میگین همه آزمایشا خوب بوده؟ آزمایشی که خب مال روده هست، مال کبد هست، یا چند تا از این آزمایشا، من دقیقاً اسمشو نمیدونم، ولی پیش دکتر که بوده آزمایش که کرده خوب بوده. یه دفعه هم چی میگن لولا رو تمیز میکنن، بعد اونو کردن، بعد از اون که کرد دوباره خوب شد، دوباره بعد از یه مدت دوباره همونجوری شد، یعنی دوباره برگشت. یعنی کلونیکس کردن؟ بله بله. اوکی. یعنی آزمایش همون کلونیکس که میکنن، کلونو که میبینن، کلونوسکوپی. نه نه نه، شما میگین روده ها رو هم تمیز کردن، اون اندوسکوپیه. ولی اونم کرده، اونم کرده، تاشو کرده. آها. چند سالشونه مادر؟ 56 سال. 56. تموم شد وقت. عزیزم اجازه بدین من شما رو میذارم روی هولد. وقت ما اشاره کردن که تموم شده. فقط خط چند بوده؟ شما روی هولد باشین عزیز، روی هولد باشین. پس خیلی ممنون. دوستان عزیز وقتمون تموم شده. کسانی که روی خط ها هستین خواهش میکنم روی خط بمونین. خانم کاملیا تلفن های شما رو میگیرن و حتما به تک تک اونها رسیدگی خواهیم کرد. بعد از اینکه من الان از شما خداحافظی کنم، یک کلیپه که راجع به این سی دی که درست کردین که همراه کتاب به رایگان در خدمت شما قرار میگیره توجه کنین. بعدش هم یک کلیپ برای کتاب سرچشمه حیات که میتونین از طریق مطب و یا از طریق اون شماره ایران تهیه کنین. تشکر میکنم از اینکه وقت گرانبهاتون رو گذاشتین و به تماشای این برنامه نشستین. از سامان عزیزم به خاطر کارگردانی فنی برنامه تشکر میکنم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهدار.